عکس این آقای ابراهیم رئیسی رو به مردم نشون دادن ببینن مردم اصلا ایشان رو میشناسن یا نه. جالبه، نگاه کنید. من میخوام یه عکس نشونتون بدم ببینید میشناسید یا نه. باش آقا، من نمیخوام آقا. اسمش نه ندیدم که دیدی من؟ نه نه بگیم یه چسته با این فامیلشون اتفاقا بگو بابا نمیشناسه. من نه نمیخوام بدونم. ایمانو به زیاده کنم. نه نمیشناسه. نه نمیشناسه. باخته اکسه جبرا خراسانی صدم بده. نه دوستاتون چطور؟ شما میشناسید؟ نه قیافه‌شون رو تو تلویزیون میدم، اسمشون نمیدونم چیه. فقط چهره خیلی اخمویی داره، من ندیدم تا یه لبخندم بزنه. یکی از رؤساس رده. ایشون معاون دادستان بوده یا دادستان؟ یه اون هر پیش هست اینجوری شده؟ به خدا نمیدونم، فقط یعنی قیافه و اینا یه اسمایی میدونم. اون هر پیش هست شناختی ندارم. حالا هست یعنی فقط دکتر سید حسن هاشمی رئیس بهداری رو میشناسم و بهش رأی میدم. آغاز چه کسی؟ نه دیگه نمیخوام ببینم. بعد میشناسم. شدیدی منظوره چاره؟ زیاد علاقه ندارم بخوام راجعش صحبت کنم. چرا؟ آقای رئیسی ها؟ چون آقای رئیسیه قبلا تو قوه قضاییه بودن، بعد الان هم که تولیت آستان قدس دارم بعد از آقای تبرسی ها. حالا میخوان ایشون بیان بشن کاندید ریاست جمهوری. مرکزی حق داره که در کارهای اجرایی کشور مثلا نقش ایفا بکنه، بیاد خوشا مثلا کاندید بکنه. یمه جان روحانی بگیره؟ راحت بگم؟ نه بی خود واسه خالش کاندید شده. پخش کنی یا چون ایشون خیلی تون رو هستم. من مثلا آدمایی که میانه رو رو دوست دارم که کاندید بشن. چه میگن چه ظاهرن تو کاری هم که الان پستی که الان دارن فعالیتشون خوب بوده مثل ظاهر. والا کشورداری با آستان و قدس رضوی چرخوندن خیلی فرق داره. آر داخل شدی احمد نژاد 84. من دلم خدا خیلی روحانی برندشم حالا دیگه نمیدونم. و ما اجازه بدید با هم نگاه بکنیم به یک کارگر ایرانی که برای ما درد و دل میکنه. وقتی که مرد گریه میکنه نمیدونم، میگن آسمانم باش گریه میکنه. من الان 3 ساله به بچم گل دادم برای تو چرخه میخرم، تو قبول بشی من میخرم. دروغگو شدم 3 سال. میگه بابا کار میکنه. میگم تو برو دعا کن بکن. میگه بابا من همیشه بینم جلو مسجد اذان میگه من دعا میکنم. ولی شرمندیم نیست، همه مورین جیدیم. نه من چیزی نمیخوایم که کار بکنیم، کار کنیم. ما نابود شدیم زیر پا، ما آه میکشیم. پیغمبر فرمودی زحمت بکش آه نکش. مرد مگه گریه میکنه؟ من تو این همه همشهر من گریه میکنم. من 7-8 سال لباس نو نپوشیدم، خدا خودش شاهده. بله خب بس که این چیزا رو نمیفهمی که. اون روز دیگه گفت من خودم زنگ زدم به مادرم، گفت به مرتضی من صحبت کنم. خب مرتضی گر کرده، میگه بابا دروغگویه. 3 سال به من گل داده که دو جرگه نمیخره. مناسبت تولد آقای روحانی در خیابان از مردم سوال شده که اگر بخواد یک هدیه، یک کادویی به مناسبت تولد روحانی بهش بدین چه میدین؟ چه کادویی میدین؟ نگاه بکنید، جالب. خواهی بهش هدیه بدی چی میدین؟ دوست دارن چی بدین؟ اولا تصمیم نگرفتم از واسهش کادو نمیخواد. کادو بدم آقای روحانی. روحانی کیه؟ کادو میخواد؟ من برای خانم هم کادو ندارم بدم حقیقه، چه برسه آقای روحانی؟ میگم تولدتون مبارک، یه تبریک میگم. کادو چیزی تله بعد گل می‌زنم. روزنامه هم شهری واسه استخدام نیازمندی‌هاشون هیچ. من
من نباید هدیه بدم، اون باید چیزی به من هدیه بده. یه دونه کلید. کلید جای کلیدی نمیدم، یه کلید بزرگتر احتمالا بهش میدم، خوشش میده. فیش اوغی ما هیچی کاری نکرده. من بهش سخنرانی های موقع کاندید شدنش کادو میدم، چون هیچ کدوم از وعده‌هاش انجام ندادم. هیچ کادویی ندارم براش، چیزی ندارم. حقوق شهروندی که به تازگی پی دی افش رو برای ما فرستاد، اس ام اس شو چاپ میکنم براشون میفرستم، میام یکم با دقت بیشتری بخونید. یه خودش کلید داره، چی بهش کادو بدم؟ یه تو جیبه وارو ندن، چقدر بیشتر کادوی خاصی نمیدیم بهش. واقعیتش هدیه بشن زده تو مملکت بابا، فردا تولد آقای روحانیه. روحانیه دیگه، میخوایم بهش کادو بدیم. چی میدی؟ قلبمو. این بالاتر دستش درد نکن، یه بهتر از این نمیشه. یه خودکاری که معجزه کنه عمل کنه. ما بعد بهش کادو بدیم درست خدا وکیلی. خسته نباشی، خیلی رو حرفات موندی، رحمت کرد. تولدش هم مبارکه، ولی به درد ما نمیشه. لطف کنه به جای پاک کردن صورت مسئله ها، مسئله ها رو حل کنیم. تولدتون تبریک میگم آقای روحانی. آقای رئیس رو تبریک کردم. تولدتون مبارک. این آقای قالیباف که اون فاجعه ساختمان پلاسکو رو ایجاد کرد و شهردار بوده و خیلی هم دوستش ندارن، حالا کاندید ریاست جمهوری شده و نطق میکنه و خلاصه داره فعالیت میکنه. بلکه ایشون بعد از سالها هر دفعه که اومده موفق نبوده، انشالله این دفعه موفق باشه، به ما که مربوط نیست که، اما امیدوارم رهبر خوشش بیاد ازش. به هر حال ایشان مردم خیلی دوستش دارن، باور بکنید. با مردم مصاحبه کردن و عقیده مردم رو در مورد آقای قالیباف کاندید ریاست جمهوری و شهردار فعلی پرسیدن. نگاه بکنید، جالب. بسم الله الرحمن الرحیم. دوست زنم هرشون از اینکه کاندید شده پخش نمی کنین که آخو واقعیت. حتما این شهردار مگه نیومده خدمتگزار مردم باشه؟ برای جیبشون خدمت میکنه. دوست واقعی هم نه، کاری نداره، برای بپرسیم ببینیم به چی خدمت کردن. دیگه دستشون برای همه رو شده. چطور نداری که من متقلبم دیگه؟ یه شهرداری که اراذل و اوباش نگرداره تو منطقه رشوه گیری، این همه رشوه گیری، نه تکلیف مردم چیه؟ مامورشون میاد، خدایی مامورشون میاد. اگه باشون رفیق باشی کایت نره، این رفیق باشی که بیادارو درست نمیکنه که میخواد بیت المال رو قارت کنه. مال آدمای پولدار این رئیس جمهور، فکر نکنم واسه پایین شهر فکری بکنه. همینجا ترافیک و شلوغی، همه چیز جدتن اینه داره میگم، همه چیز مال بالای شهره. خب بیشتر همش بالا شهره دیگه، پایین شهر اصلا نگاه نمی کنن دیگه. پایین شهر دیگه اینا خودتون دیگه ببینین دیگه. بافته بالا شهر با بافته اینجا خیلی تفاوت داره. آره ظاهر شهر خوب بوده، ولی رو ترافیک و اینجور چیزا تاثیر نداره. بانکار که میدن بانکار داره میخوره، خودشون دارن میخورن. یک دومش مال شهر داره. من آدم سراغ دارم، همین الان هفته 500,000 تومان داره میده به شهرداری، ولی چون ما پول نمیدیم نمیذاره وایسیم. شهرداری تهران بیشتر کاراش رو نمایش روی ظواهر عام هست. فکر کنم کاری انجام بخواد بده. من میدونم که از اول تا آخر باز آقای روحانیه. الان یه پسرت اینجا افسین اسمش با شهرداری مثلا در میافته دعوا میکنه، اون سری سر قصدش داشتنه پیرانش در آورد دنبال شهرداری چند به خدا. الان یه کاریش ندارم، از دوست که رئیس جمهور در نمیاد، چون که آقا اصلا همین شهرداری بودنش من نشون میده دیگه، رئیس جمهور میخواد بشه چی بشه. آقای قالیباف از همه هرکی هم رای بده خدا وکیل خیانت به این ملت کرده.